با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی کانال سرخط. خیلی ازتون ممنونم که مثل همیشه با ما همراه هستیم. هر روز که داره از جنگ روسیه و اوکراین میگذره، بیشتر ذات اصلی خیلی از جریان‌ها مشخص میشه. بیشتر از همه وضعیت فیروزجا دیدنیه. این بنده خدا علیرضا فیروزجا به خاطر اینکه اجازه ندادن با رقیب اسرائیلی بازی کنه، گفت ورزش تو ایران سیاسی و رفت به تیم ملی فرانسه پیوست. حالا فرانسه هم بازی با تیم روسیه رو ممنوع کرده و اجازه نمیدن با حریفش بازی کنه. ببینیم حالا با این وضعیت فرانسه رو ترک میکنه یا نه. دادستان عمومی جمهوری چک اعلام کرده هر گونه حمایت علنی از حمله روسیه به اوکراین، چه در فضای مجازی و چه در تجمعات، جرم کیفری محسوب میشه. اون وقت سلبریتی دوزاری ما به حکومت تیکه میندازه و میگه اگه به روسیه انتقاد کنیم اقدام علیه امنیت ملی حساب میشه. نه عزیزم، حساب نمیشه، ولی در کشورهایی که تو عاشقشونی اگه کسی از روسیه حمایت کنه به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشه. بازم از آزادی بیان غرب براتون بگم یا بسه؟ ما همیشه میگیم آمریکا با فکر ایران به خواب میره. یه عده اما میگن نه، فکر و ذکرشون پیش ماست. میگین نه؟ این صحبته جو بایدن رو بشنوین. stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. بایدن میگه پوتین میتونه کیف رو با تانک محاصره کنه، اما نمیتونه قلب و روح ایرانی ها رو شکست بده. البته خب حقم داره، ایران یه بازیگر مهم تو جهانه. ایران میتونه مشکل انتقال گاز به شرق و غرب رو حل کنه. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در این مورد گفته ایران مطلوب ترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب دنیا است. ایران جهت سواپ گاز به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات LNG اعلام آمادگی کرده. رویترز هم امروز نوشته خرید نفت چین از ایران در ماهای اخیر به بالاترین رقم رسیده و از اوج 2017، یعنی زمانی که صنعت نفت ایران هنوز تحت تحریم‌های آمریکا قرار نداشت، پیشی گرفته. اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها هم نشون میده چین در ژانویه سال جاری میلادی بیش از 700 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده. این کشور در 2017 قبل از خروج دونالد ترامپ از قرارداد برجام و تحریم صادرات نفت ایران 623 هزار بشکه در روز نفت خریداری میکرد. قیمت نفت هم بر اثر تنش‌های سیاسی و تحریم‌های غرب علیه روسیه رکورد جدیدی ثبت کرد و به 110 دلار رسید. یه عده نماینده هم با ریختن هیزم تو آتیش جنجالا باعث میشن وضعیت بدتر هم بشه. ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و نماینده دو آتیشه حامی صیانت در توییتی منتقدان و مخالفان این طرح رو گرگ مجازی و سگ قلاد بلند خوند. 1. به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانونگذاری است. 2. در کشورهای پیشرفته قانونمنده. 3. چند وجهی پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوه است. 4. گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاد بلند غربگرا از قانونمندی اون می‌ترسند. 5. قانونمندی به نفع کسب و کارهای سالم مجازی است. اینم انتقادات تند المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر، به ویس کرمی در برنامه زنده. دوستانی که مدعی نبود آزادی بیان هستن تحویل بگیرین. خب به نظرتون آقای ویس کرمی، آقای ویس کرمی، من تعبیر علمی به کار بردم از قول یکی از اندیشمندان غربی تحت عنوان سگ‌های قلاده بلند غربگرا. آقا بذاریم با هم یه کمی جزئی تر پیش بریم. یکی اینکه حالا رئیس سابق CIA رو شما مثال زدیم به عنوان کسی که این جمله رو ازش نقل کردین. آقا ما که اخلاق مداری و دیگه بالاخره کارکردهای اخلاقی و مجازیمونو که از رئیس سابق CIA قاعدتا نباید یاد بگیریم، که باید قاعدتا از مسئولین کشورمون آموزش بگیریم، که یک نمایندهش شما هستیم به هر حال. و بعد یه نکته دیگه هست، ببینید یه طرحی که هنوز تصویب نشده به هر حال در خود مجلس
منتقدانی داره، مخالفانی داره، موافقانی داره. همین موافقان و مخالفان نماینده گروه‌هایی از مردم میشن در شهرهای مختلف که باز اونا موافقن مخالفن. بنابراین خیلی عادیه، خیلی مشخصه، یه چیز خیلی شفاف و معمولیه که یه طرحی که هنوز تصویب نشده هم موافق داشته باشه هم مخالف داشته باشه. حالا اینا باید یه جوری همدیگر قانع بکنن که در نهایت یا یه طرحی در هر زمینه یه طرحی تصویب بشه یا تصویب نشه. نمیتونیم از همین الان بیایم بگیم آقا هر کی مخالفه یا گرگه یا سگ قلاده بلند. اصلا نه، ما نیومدیم این کارا رو. یعنی خیلی این لفظایی که به کار رفته خیلی ناجور بوده. آقای نوری گرفته بودی، من پیشنهاد میکنم به جای اینکه یک آقا اون یه برنامه دیگه بوده، اون یه برنامه دیگه در شبکه خبر، این الان یه برنامه دیگه است. گوش کنید لحظه، گوش کنید. ما دو دسته رو گفتیم اینا مخالفن. خب نگفتیم مردمن که. خب این دو دسته مخالفا کیان؟ بله دو دسته، یکی که اونا هستن که میخوان سوء استفاده کنن از این فضا که معلومه کیا هستن، یه دسته هم اونایی بود. اون تعبیری که من به کار بردم تعبیری بود که یکی از این اندیشمندان غربی اینو به کار میبره. یعنی قبول ندارین که تعبیری که به کار بردین روی کرده خیلی منفی بله، ایجاد کرده؟ من که زاویه از زاویه علمی و یک زاویه به قول معروف آسیب شناسانه قضیه رو بررسی می کردم، اون تعبیر رو به عنوان یه قشر خاصی به کار بردم. آقای رئیس کرمی الان یه سری از مخالفین این طرح در مجلس کنار شما می شینن، مرتبط افکار غربی ها و لیبرال دموکراسی آمریکایی هستن. آقای رئیس کرمی سکای قلاده بلند. آقای رئیس کرمی بله بلا نبینید، عرض کنم خدمتتون که یه سری از مخالفین این طرح الان در مجلس کنار شما هستن. ما عرض کردم اینا نیستن که مخاطب ما. دارین قربالگری میکنید؟ چرا در توییتر فارسی که مخاطبانش همین ایرانیای خودمون هستن چرا پس اینجا نوشتین؟ شما جایی این رو نوشتین که دنبال کننده های صفحه شما هستن، همشهری های شما که نمایندهشون هستید نگاه میکنن، از سایر مردم کشور که به عنوان اینکه شما نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستین شما رو دنبال میکنن. بله خب مطلبی که اینجا نوشتین خب به همه اینا برمیگرده. من توییت های بعدی رو زدم که بگم منظورم یک به اصطلاح علمی بوده، ولی چون برداشت بعد ازش رو توضیح دادم بعدش. گفتم منظور ما مردم نیستن، مخالفین همه نیستن، یک گروه خاصی هستن. عطای بیس کردم یه تجربه خوبی هم برای خود شما شد که استخدام کلمات در فضای مجازی میتونه چه تبعاتی داشته باشه. بله، برای همه ما احتیاج به آموزش و یادگیری داریم دیگه. به همین خاطر هم از رو کنم فضای مجازی حتما خیلی مهمه و حتما باید قانونمند بشه. و آقا قانونمند بشه احتمالا اکانت شما ریپورت میکنن دیگه، نمیتونیم موقع توییت بنویسیم. خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم با کانال سرخط همراه بودین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق.